بینندگان عزیز، بار دیگر در کنار خانم ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستیم. خوشحالم که ایشون وقت خودشون رو به ما اختصاص دادن تا تشریف بیارن در رابطه با قوانین مهاجرت آمریکا و چگونگی گرفتن سیتیزنشیپ، مهاجرت، گرین کارت و خلاصه شهروند آمریکا شدن با شما بیشتر صحبت بکنن. اول از همه شماره تماسشون رو میگم، چون خیلی از شما با من گفتین چرا شماره رو بیشتر نمیگی، ولی خب روی تصویر هست، ولی مثل که از زبون من در میاد شما بیشتر میپسندید. 310-855-0993 که اینو یادداشت کنید و بعد به برنامه ما توجه کنید. خیلی خوش آمدید خانم. مرسی. صفا آوردید. ممنونم. خب یکی از موارد دیگری که با ما زیاد تماس میگیرن و خواهان گرفتن اطلاعات هستن، مسئله ازدواج هست که این روزها خیلی از افراد هستن که خب جوانای ما اینجا ماشاءالله به اصطلاح به سن ازدواج رسیدن، میرن داخل کشور میخوان با دخترمو ازدواج کنن، با یه دختر خانم زیبا و جوانی ازدواج کنن، یا بالعکس خانم ها میرن با آقایون ازدواج کنن. چه شرایطی داره و نه تنها در رابطه با به اصطلاح خانم ها و آقایان که با هم ازدواج میکنن، همینطور میدونم که قوانینی در آمریکا هست برای پروتکت کردن همجنسگرایان، که میخوام لطف کنید به اون اشاره کنید. خواهش میکنم. ببینید عزیزه جان، حالا ازدواج توی قبلا معنی امیگریشن لاش این بود ازدواج بین زن یا مرد. اوکی. حالا در قانون امریکا دیگه زن و مردی نیست، ازدواج بین دو شخص امکان داره که اوکی، که اون رابطه مزدوج با هم نگه داشته باشن. ببخشید، باید به حالت حتی اگر مثلا دو مرد هستن یا دو زن هستن، باید به عنوان کاپل حساب بشن که ازدواج رسمی کرده باشن، یا اینکه فقط برای توی امریکا امریکا برای فیانسه ویزا کاپل باشن کافیه، اما بعد عقد بکنن در یعنی ازدواج کنن مثل فیانسه ویزا، فرقی نمیکنه زن و مرد باشن یا مرد مرد زن زن. فرقی نمیکنه. اگر که ازدواج دارن میکنن، باید ازدواجشون قبول باشه در اون مملکتی که این دوتا رو عقد میکنه، که خب مثلا در ایران مثلا ما چه چیزی نداریم. اوکی. در اروپا مثلا اگر دو تا مرد یا دو تا زن اگر در آلمان با هم ازدواج کرده باشن، چون که آلمان ازدواج رو ولید میدونه، امریکا هم ولید میدونه. این سوال پیش میاد. خب. اگه این دو نفر ایرانی باشن و رفته باشن در آلمان ازدواج کرده باشن، اون مقصدی که از اونجا پرواز میکنن میان به اینجا مد نظر هست، یا اینکه قانون فرق میکنه؟ هر جا که قانونش اجازه داده که ازدواج کنن. خب پس برای همچین افرادی صلاح در اینه برن به کشوری که امکانش هست، مثلا برن سوئد اگر که ازدواج بتونن برن. ببینید پرابلم اینه که آیا میتونن برن سوئد یا نمیتونن. امریکن سیتیزن میتونه همه جا بره، درسته. اوکی. موضوع اینه که آیا سوئد به آقایی که نمیدونم از قطره هایپوتریکلی ویزا میده که بره سوئد؟ دوز آر دی ایشوز. اوکی. منتها آره، ببینین ازدواج همیشه ازدواج با امریکا ازدواجی سیول میریج ازدواج شهروندی رو، شهروندی هر جایی که قبول باشه رو قبول داره به عنوان ازدواج. خب ما اولی مثالمون اینطور میذاریم که دو نفر، یکی مثلا فرض کن اهل ترکیه، مثال داریم میگیم، یکی اهل ایران، با هم دیگه هم جنس هم هستن، میرن و در سوئد ازدواج میکنن. اوکی. کدومشون سیتیزن امریکا هست؟ هیچ کدوم. فرض بر این میذاریم که راست میگیم، راست میگیم. فرض کنین که یکی از آقایون که مال ترکیه هست سیتیزن امریکا هست، اون که مال ایرانه سیتیزن ایران بوده، ولی رفتن در سوئد با هم ازدواج کردن. خب سیتیزنی که مال امریکاست بعد بیاد درخواست حالا گرین کارت برای پارتنرش بکنه. خب اوکی. یا ویزای نامزدی برای پارتنرش بکنه. اوکی. دیگه حالا پارتنر میتونه سوئد بمونه یا بعد بره ایران، اگر چه اتفاقی میفته اونجا. خب اونا خبر نداشته باشن. نداشته باشن. بعد مثل همه مملکت، مثل اینکه شما هایپوتریکلی بذاریم بگیم که جرمنه، اوکی، آلمانیه با سیتیزن امریکا ازدواج کرده، خب فایل میکنه سیتیزن امریکا، میره کانسولر یو اس کانسولت این جرمنی، خب درخواست گرین کارت میکنه، اینترویو میکنه و میاد. چقدر طول میکشه؟ در حدود 9 ماه 10 ماه طول میکشه. ببینید چیزی که واقعا طول میکشه یا چیزی که میخواییم که همه میگن،
ببینید چیزی که همه میگن میگن 6 7 ماه، ولی حقیقت حقیقت is about 9 to 10 months if you're lucky. خب این زمانی هستش که اینا با هم ازدواج کردن که به عنوان همسرش فرق نمیکنه، نامزدن. خب پس حالا الان سوال من اینطور برمیگرده که اگر اون کسی که از ایران اومده با سیتیزن آمریکا رفتن در سوئد نامزد کردن، بازم قبوله؟ آره، ریلیشنشیپ نامزدی رو بعد ثابت کنن، نامزدی که کاغذ نداره که ازدواج. اگزکتلی. پس بعد ثابت کنن که they hold each other out as fiance fiance. من شنیدم که خیلی مدارکی رو میخوان که نشون بده از قبل اینا با هم در ارتباط بودن و هستن. مثلا چون سیتیزن اینجاست. آره واسه همه، برای همه هستش. ببینید با سکشوال اورینتیشنشون فرق نمیکنه. اوکی، رابطه و چطور ثابت کنن اینا با هم دیگه، این آمریکا بوده اون ایران بوده با هم ارتباط داشتن؟ مثلا قبلا ایمیل بودش، الان سکایپ یه مقدار پرابلمه. دولت میگه که به من ثابت کن، تو نمیتونی، شما میتونی نمیتونی ثابت کنی، پرابلم دولت نیستش. خب حالا این سوالا میکنم، مثلا سکایپ فانتاستیک، اما سکایپ تریسی نداره. اینترنت اینترنت فیسبوک میتونه، خیلی اینترنتی هستن با هم دوست میشن، پس همون نامه‌هایی که به هم زدن رو بعد نگه دارن. اگزکتلی. اما برای فیانسه ویزا باید ثابت کنن که همو دیدن یک دفعه در دو سال previous to filing دیدن. پس یادتون باشه دوستان، okay. اون روشی که عقد غیابی میکردن از اینجا، همسر از ایران میگرفتن میامدن، دیگه امکان نداره. هیچ وقت امکان نداشت برای امریکا، نمیتونستن. امریکا پراکسی میریج اصلا هیچ وقت قبول نبوده. خیلی خب، پس آخه یه ده میامدن عقد میکردن، پس اینا میرفتن بیرون کشور یه جا همدیگه رو میدیدن. یادتون اون موقع اوایل انقلاب خیلی ها میامدن مثلا آقا پسر به خانوادهش وکالت میداد که دختر رو براش عقد کنن و بعد میمده. شاید دیسکلوز نمی کردن، اما در امریکا پراکسی میریج با وکالت نامه قبول نیستش. پس باید دوستان عزیز یک مرتبه همدیگر رو خارج از آمریکا باشن، در جای دیده باشین، ایشون اومده باشن ایران یا در یک کشور سومی دیده باشین و باید ثابت بکنیم، عکس گرفته باشن، با هم ثابت کنن با هم یک جا بودن، ثابت کنن اون دیتی که ببینید از امروزی که ما فایل میکنیم در دو سال اخیر، یعنی نمیتونی 4 سال پیش دیدی امروز بخوای ثابت کنی، یعنی 4 سال پیش دیدی نمیتونی با یارو بعد 4 سال بعد از 4 سال بخوای نامزدی بیاریش. نمیگن نمیتونی، ای بابا یه بار دیگه بریم همدیگه رو ببینیم. اگر ببینین عزیزت جان لغت ها رو داریم عوض میکنیم. ازدواج گفتم چی؟ گفتم که شما امروزی که فایل میکنین بعد در دو سال پیش ایشون رو دیده باشین که بخوای نامزدی بیاری. درسته. 4 سال پیش دیده باشی نامزدی، اما میتونی بری با طرف ازدواج کنی بیای، کسی جلوتو نمیگیره. درسته. اگر ولی بخوای آها نامزدی بیای، دقت کنیم که ضمن دو سال گذشته باید همدیگر رو دیده باشه. ببینین در چون اینا ندارن قوانین مثل مال ما. ببینین در قانون هر لغتی معنی خودشو داره. راست میگین. اوکی، ازدواج با نامزدی دو تا چیز مختلفه، و ازدواج و نامزدی برای کشور ما با ازدواج و نامزدی در آمریکا دو تا زمینه مختلفه، دنیای مختلفه، دو تا دنیای مختلفه. در نتیجه اون کسی هم که اونجا نشسته خدا نیستش، یک انسانی است که در آمریکا به هر حال داره زندگی میکنه، جاجه یا هر چی هست، بر اساسی باید این انجام بشه که بتونه اونم درک بکنه و میک سنس بکنه. اگزکتلی. برای اون قابل قبول نیست دو نفر همدیگر رو نشناسن با هم ازدواج کنن. ببینید مثلا برای امریکایی پسرمو دخترمو ازدواج کردن قابل قبول نیست. منتها تمام قدیمی ها که این کارو میکردن همه ازدواج اینجا قبول بود. بله. اوکی. بخاطر اینکه اونجا قبول بود. اوکی. دلیل نمیشه که ازدواج اینجا قبول ندارن. نه. جایی که میکردن قبول بوده، پس امریکا قبول میکنه. معنی ازدواج و فیانسه فرق میکنه کاملا. شما مدت زمانش چقدر طول میکشه؟ فیانسه بهتره بیان یا اول ازدواج کنن؟ من برای شخصا، برای کسایی که میتونن ازدواج کنن preferably، من همیشه میخوام، اصلا نمیخوام با فیانسه ویزا بیان. من ترجیح میدم که اصلا با گرین کارت بیان. ببینی آخه شما میتونی ازدواج کنی، شوهر یا خانومتو یا هم میتتو با ویزا بیاری، دوباره ویزای نامزدی. اوکی. ببین دو نوع ویزای نامزدی داریم، برای کسی که ازدواج کرده، برای کسی که ازدواج نکرده. حتی با اینکه ازدواج کردن ویزای نامزدی هم میتونن، برای اینکه قبلا میگفتن که خیلی تندتر ویزای نامزدی تا گرین کارت. آره من همینشه.
ریالیتی خیلی فرق نمیکنه، فقط خرجش دو برابره. اوکی. و اصولا وقتی که با گرین کارت وارد میشین قانون یکم بیشتر در موردهای پروتکتتون میکنه تا فیانسه. یه چیز دیگه که واسه من جالبه و احتمالا برای کسانی که ممکنه این سیکس اورینتیشن رو داشته باشن، مسئله همجنسگرایان هستش که اینها وقتی میخوان بیان قاعدتا خب دولت آمریکا میدونه که دولت ایران و کشورهای مثل کشورهای عربی و غیره چه حساسیتی روی مسئله همجنسگرایان دارن، که این طرف دنیا این مشکل نیست. آیا شرایط سهل کردنی برای اینکه بتونن اینا از طریق ازدواج همجنسگرایان بیان آمریکا در نظر گرفته یا دقیقاً عین همونه؟ دقیقاً عین هم. عین همه. اوکی. پس فرقی نمی‌کنه. بیسز ببینید، شما اگه خودتون نگین بیسز اومدنتون از یک مملکت به مملکت دیگه چی هست، کسی دیگه نمیدونه. خیلی اوکی. وکیلتون که نمیتونه به کسی درسته. بگه. اوکی. پس یا خوبه خود کنسولت امریکا هم که با نمیشه تلفن بزنه آقای اکس ایشون این دلیل داره میره. اوکی. پس اونم که نیست. مگه که شما یا طرف مقابلتون بگه دیگه، اگر نه کی از کجا میفهمه؟ من چون مسئله همجنسگرایان رو باز کردم، فقط اینم میخوام ازتون بپرسم که آیا راه دیگری که بخوان اینها بیان غیر از ازدواج فقط پناهندگی میتونه باشه یا؟ ببینین دولت امریکا نمیتونه به کسی بگه که شما چون که همجنسگرایی ویزای دانشجویی نمیتونی بگیر، اصلا ربطی به هم نداره. نه نه، واسه اینکه بتونن بیان اگر اون آپشنای دیگه رو نداشته باشن. مثلا همه دیگه هر آپشن، هر آپشنی هست اونام دارن. اوکی دارن. پس از نظر دولت آمریکا همجنسگرایان هم درست تریت میشن مثل ایکول آل دی وی. اوکی. درست بر مساوی در همه چیز. پس میتونین دوستان عزیز تماس بگیرید با خانم ندا زمان تا در این زمینه شما رو همراهی بکنن و کیس‌های زیادی به ایشون مراجعه کردن که چندین بار با ما تماس گرفته بودن و من خدمت ایشون معرفی کردم و دونسته موفقیت آمیز باشه. اگر که مایل هستید میتونید برید به nedala.com به وبسایتشون برید و اطلاعاتی رو کسب بکنید، یا اینکه با تلفن 310-855-0993 تماس بگیرید، تعیین وقت قبلی کنید، با ایشون صحبت کنید، یا اینکه برید به وب پیج IFTTV که میتونید بریم به ifttv.com/experts/neda.zaman و به شما قول میدم که اکسپرت هایی که IFTTV برای اطلاع رسانی برای شما در نظر میگیرن بهترین هایی هستند که با دقت زیادی انتخاب شدن و سپاسگزار خانم ندا زمان هستم که در این راه ما را همراهی میکنن. به امید دیدار مجدد شما. ایشالله. مرسی. مرسی.